برق برای مصارف خانگی و صنعتی جزو اولویت‌های جهانیه. اما همه کشورها از یک روش برای تولید برق استفاده نمی‌کنند. بعضی‌ها به استفاده از سوخت‌های فسیلی مثل نفت و گاز و زغال سنگ تکیه دارند و بعضی‌ها به تولید انرژی از منابع هسته‌ای. اما سوخت‌های فسیلی باعث گرم شدن جهان شده و انرژی هسته‌ای به دلیل خطر انتشار پرتوهای رادیواکتیو نگران کننده است. آیا میشه برای تولید برق به انرژی‌های تجدیدپذیر مثل خورشید و باد متکی بود؟ این سوالی که از میهمان امروز برنامه میپرسم. من همایون خیری هستم و به برنامه انسان زمین فردا خوش آمدید. برق پنکه‌های سقفی و چراغ‌های پرتعداد و همیشه روشن مسجد همدان القرا از صفحات خورشیدی تأمین می‌شود. صفحات روی پشت بام مسجد هستند، در محله خلدا در شهر عمان، پایتخت اردن. در کشوری فقیر از نظر ذخایر طبیعی انرژی، حالا از نور خورشید کمک گرفتند. جالبتر این که برق مازاد این صفحات خورشیدی به دولت فروخته می شود. برق ارزان برای محلات فقیرنشین و کسب و کار محلی انرژی برای این مسجد. بعد از موفقیت همدان القرا، متولیان مساجد دیگر هم به تکاپو افتادند تا برقشان را از صفحات خورشیدی تامین کنند. فقط اهل مسجد نیستند که به کسب و کار انرژی خورشیدی روی خوش نشان دادند. برق 10 بیمارستان در لیبی از صفحات خورشیدی تامین می شود. اینجا کسی نگران قطعی برق در بیمارستان نیست. و در جزیره تفریحی کرک در کرواسی هم برق هتل ها و رستوران ها از نور خورشید است. برقی که به دوچرخه ها و خودروهای برقی هم می رسد. هر جا سقفی ساخته می شود، منبعی برای تولید برق ارزان و پاک خورشیدی هم فراهم شده. دکتر سهیل کوملیان، استاد برق و انرژی های نو در دانشگاه استفوردشایر، مهمان من در برنامه امروز هستند. آقای دکتر، خیلی خوش آمدید به برنامه ما. ممنون از دعوتتون. اگر می‌بینید کمی نور من تیره یا روشن‌تر میشه به خاطر ابری آفتابی بودن هوای امروز، پوزش می‌خوام بابت این. آقای دکتر کوملیان، به ما بگید که از این صفحات خورشیدی که پشت سر شما هست چقدر میشه برق تولید کرد؟ اینجا ما یک سری پنل خورشیدی داریم که روی پشت بون نصب شده. در حقیقت این قسمت 4 پنل پلیکریستالین 300 وات داره که قابلیت تولید حدود 3 کیلووات ساعت برق در شبانه روز داره. حدود مصرفی مقدار برق مصرفی یک خانوار در بریتانیا حدود 7 تا 10 کیلووات ساعت حساب میشه که این عدد البته بستگی به تعداد وسایل برقی که توی اون خونه وجود داره برمیگرده. پس بنابراین ما این سیستمی که الان ما اینجا داریم میتونه حدود 30-40% برق یک خانواده در بریتانیا رو تأمین بکنه، که البته این عدد میتونه افزایش پیدا کنه با استفاده بیشتری از تعداد پنل هایی که نصب میشه روی پشت بام. آقای دکتر کوملیان، آیا این برقی که از صفحات خورشیدی به دست میاد به صورت مستقیم قابل استفاده است؟ یعنی این صفحات رو بخریم و نصب بکنیم و پریز دو شاخه رو بزنیم به پریز و تمام؟ در حقیقت برقی که از این پنل‌های خورشیدی تولید میشه برق مستقیم هست و مصرفی که ما توی خانوار داریم برق متناوب هست و باید یک مبدلی از برق مستقیم به برق متناوب بین این دو قرار بگیره تا بتونیم ما این برقی که تولید کردیم و انرژی که تولید کردیم رو در حقیقت بتونیم مصرف بکنیم. به خاطر شرایط متغیر بودن نیاز ما برای مصرف برق توی 24 ساعت شبانه روز و البته مقدار تولیدی که ما میتونیم از این پنل ها بکنیم به خاطر شرایط جوی و آب و هوایی، برای مثال مثلا امروز یه مقداری ابری آفتابیه و خب مقدار انرژی که این پنل ها میتونن تولید بکنن به نسبت تابش نوری که دریافت میکنن میتونه متغیر باشه. پس بنابراین باید یک سیستم یا یک مخزن ذخیره‌ای در حقیقت در سر راه این سیستم قرار بگیره که بتونه
اون انرژی که ما میخوایم و در حقیقت در خودش ذخیره بکنه تا موقعی که بهش نیاز داریم بتونیم بهش دسترسی داشته باشیم. با حضور همچین ذخیرهایی که معمولا از انواع مختلفی از باتری استفاده میشه، مثل باتری‌های اسیدی یا باتری‌های لیتیومی، میشه گفت که مصرف کننده دسترسی مستقیمی به یک برق پایدار خواهد داشت که در هر موقعی که نیاز داشته باشه بهش، حتی اگر توی اون زمانی که به اون برق نیاز داره این پنل ها هیچ تولیدی نکنن به خاطر حالا یا شب بودن یا نبودن نور خورشید یا به خاطر سایه‌ای که از روی ابرها ایجاد میشه، در حقیقت مصرف کننده میتونه دسترسی داشته باشه به خاطر اینکه تو اون زمانی که این پنل ها داشتن به طور عالی کار میکردن اون انرژی در حقیقت توی یک مخزنی ذخیره شده، توی باتری ذخیره شده که حالا میتونه استفاده بشه. آقای دکتر کوملیان، اگه یک خانواده از طبقه متوسط بخواد فکر بکنه که خب چقدر باید هزینه بکنه روی این مبدل های به اصطلاح انرژی و آیا این سودمند هستن، به ما بگید چطور میشه متوجه شد، این خانواده متوجه بشه که این کار شدنیه؟ خب این بستگی داره که ما سیستم رو چجوری طراحی کرده باشیم یا چه از چه قطعاتی بخوایم استفاده بکنیم. همین سیستمی که اینجا داریم میبینید حدود قیمتش بین 1300 تا 2000 پوند هستش که تشکیل شده از پنل ها، از مبدل دی سی به ای سی و از 4 عدد باتری 12 ولتی که خیلی شباهت زیادی به باتری هایی که معمولا برای خودرو میشه استفاده کرد ما داریم استفاده میکنیم. یک نکته دیگه هم که اینجا به نظر من خیلی جالبه بدونیم اینه که مقدار برق یا مقدار انرژی که ما میتونیم از این پنل ها تولید بکنیم مستقیما ربط پیدا میکنه به چندین تا فاکتور که مهمترینشون نقطه جغرافیایی نصب این پنل هاست که خب بستگی داره شما تو کدوم نقطه از کره به قول معروف اینو نصب کرده باشین. دومین نکته اصلی که روی اینا قرار میگیره اینه که اون پنلی که شما انتخاب کردین بازدهی اون پنل رو چه درصدی هست. منظورم از این درصد بازدهی اینه که چند درصد میتونه انرژی خورشیدی رو تبدیل به انرژی الکتریسیته بکنه. میانگین پولیکرستانان ها بین 17 تا 20 یا 21 درصد هست و خب این بازدهی داره روز به روز بهتر میشه با تحقیقاتی که دانشمندان و مهندسین دارن انجام میدن و همینطور که قیمت تولید این قطعات و حالا هم از لحاظ پنل و هم از لحاظ مبدل و هم از لحاظ سیستم‌های ذخیره‌ای مثل باتری‌ها میبینیم که تو چندین دهه گذشته بسیار کاهش یافته و رو به این روند هست که بیشتر و بیشتر بتونیم ما بازدهی رو ببریم بالا ولی در این حال قیمت رو هم کاهش بدیم. این نکته جالبتر وجود داره که همونطور که گفتم این سیستم در حال حاضر در میانگین روزمرهش در کل سال میتونه حدود 30 تا 40 درصد مصرف یک خانواده متوسط در بریتانیا رو به قول معروف تأمین بکنه. اما نکته جالب اینجاست که همین سیستم از با همین قطعات از همون کارخونه ها اگر همین سیستم در ایران در نقطه مثل تهران مثلا اگر نصب میشد این سیستم توانایی داشت که یه چیزی حدود 60 تا 80 درصد همون مقدار نیاز مصرف رو تأمین بکنه و خب این برمیگردونه به این سوال که آیا ما اگر بخوایم دسترسی داشته باشیم به برقی که خودمون بتونیم تولید بکنیم از لحاظ پایداری و ثباتش و اینکه ببینیم که چقدر باید سرمایه بذاریم برای هزینه‌اش، این برمیگرده به چندین تا از اون پارامترهایی که قبل گفتم، نقطه جغرافیایی، هزینه اولیه برای خرید قطعات، کیفیت قطعات که قرار خریداری بشه، عمر طولی که ما میخوایم محاسبه بکنیم. ولی اینجوری به نظر میاد که ما هرچی بیشتر پیش میریم توی قسمت تکنولوژی و تحقیقات و توسعه و تحقیقاتی که در حقیقت روی این تکنولوژی داره انجام میشه در حقیقت داره نشون میده که به سمتی ما داریم میریم که بیشتر بتونیم از این پنل ها استفاده بکنیم برای تولید برق چه در کشورهای توسعه یافته و جاهایی که حتی به برق شبکه‌ای وصلن و چه در جاهایی که اصلا در حقیقت به هیچ شبکه‌ای وصل نیستن و دور افتاده هستن از سایر تکنولوژی‌های دیگه. آقای دکتر کوملیان، این آخرین سوال من است که
میدونیم که تعداد روزهای آفتابی در بریتانیا خب خیلی کمتر از ایرانه. آیا این صفحات خورشیدی واقعا در بریتانیای ابری تونستن برق مورد نیاز یک خانواده رو تامین بکنن؟ جالبه که یه نکته دیگه هم که اینجا وجود داره اینه که با این حالی که بریتانیا از لحاظ شدت تابش نور خورشیدی و در حقیقت حالتهای جوی که وجود داره از لحاظ ابری و آفتابی بودن هواش شرایط ایدئالی نداره برای نصب پنل‌های خورشیدی برای مصرف شخصی یا تجاری، میبینیم که تو چندین دهه گذشته مقدار نصب اینها روی پشتبام‌های خانه‌ها بسیار افزایش یافته و فکر میکنم در یکی از دلایل اصلی این میتونه باشه که در بریتانیا میتونه هر شخصی برای خودش اگر برق تولید میکنه، برق شخصی اگر تولید میکنه، میتونه اینو به شبکه کشوری، به برق شبکه برق کشوری بفروشه و در حقیقت دولت بابت هر کیلووات برقی که از انرژی های بازیافته به دست میاد یک سوبسیدی رو میده که میتونه در حقیقت قیمت ارزشی فروش اون برق چندین برابر اون چیزی که معمولا تولید میشه به فروش برسه. تشکر میکنم از دکتر سایل کومیلیان، استاد برق و انرژی های نو در دانشگاه استفوردشایر. اگه پیشنهادی درباره برنامه علمی دارید، ilm@iranintel.com نشانی الکترونیکی ماست. تا فرصت بعدی.